سلام و درودهای بیکرانه خدمت همه رفقای موزیکور، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که در آخرین شورت ویدیو خدمتون عرض کردم، در حال تولید برنامه واروژان هستیم. سری برنامه‌های واروژان که در قالب موزیکور خدمتون به شکل سریالی تقدیم میشه. مطمئنم که خیلی از دوستان از این برنامه استقبال خواهند کرد. سرگذشت مردیه که ارنجمان علمی رو به موسیقی پاپ ایرانی وارد کرد و بعد از او زنجیره‌ای از تنظیم کنندگان وارد پروسه تولید موسیقی پاپ شدند و به وضوح از شخص واروژان تأثیر گرفتن. بعضیاشون حتی تنظیم رو از واروژان یاد گرفتن. نمونه بزرگشون استاد منوچهر چشم‌آذر هست که الگوهای اولیه تنظیم رو از واروژان بزرگ یاد گرفت و قصه‌اش رو در این مستند خواهید دید. در کنار منوچهر چشم‌آذر، خیلی از تنظیم کنندگان و سالهای بعد هم وامدار او هستند، مثل مثلا بابک بیات، خود اسفندیار منفردزاده. جنس تنظیماش قبل از واروژان و بعد از واروژان با هم فرق میکنه. خود بابک افشار که قبل از واروژان در واقع در مقام آهنگساز بوده، ولی بعد از واروژان آروم آروم به مقوله تنظیم موسیقی خودش رو وارد میکنه و خیلی ها و خیلی ها که قصه شون در این مستند شنیدنی و دیدنی خواهد بود. از جایی که واروژان میاد، این موج واروژانیست مطرح شد. استایل واروژان وقتی که اومد و شروع کرد به کار کردن، اصلا جنس کار، نوع کار رو عوض کرد، هم از نظر ملودی و هم از نظر تنظیم. به خاطر همین همستش که اگر شما نگاه بکنید ببینید که تا به امروز خط واروژان ادامه داره. کار واروژان نوعی بوده که اصلا نمیشه گفتش که قدیمی شد یا تموم شد، برای اینکه یه بعضی از کارها هستش که یه فصلی داره، میاد و میره. ولی شما همین امروز که کار واروژان رو گوش میکنید، فکر میکنید که همین یه ماه پیش ثبت شده. اینقدر کار ریشه‌دار و محکم و مخصوص به خودش بود. من همین الانم که با خیلی از جوان‌ها صحبت میکنم، اشاره میکنم به واروژان. ببینید اون خط کاری واروژان در اکثر کسانی که کارهای خوب همین امروز انجام میدن در ایران، پشوانش واروژان بوده. اما امروز میخوام در موزیکور آرشیف آرشیوی رو براتون پخش بکنم از سال 53، سالی که بعد از چند سال هجرت کاری ویگن به خارج کشور، به آمریکا، ویگن مجدداً به ایران برمیگرده و در رادیو ملی ایران تو برنامه شما و رادیو اعتراف میکنه که چقدر در این سالهایی که ویگن در ایران نبوده، موسیقی ها از لحاظ تنظیم بهتر و بهتر و بهتر شدن، از لحاظ نوازندگی موسیقی پاپ و به خصوص نوازندگی گیتار، چقدر گیتاریستای ایرانی در اون سالها قوی تر شدن. و حتی در این برنامه قول میده که خیلی از آهنگهای قدیمی خودش رو با ارنجمان جدید منتشر بکنه و همه اینا نشون میده که بین سالهای دهه 30 که ویگن شروع به کار کرده تا اواسط دهه 50 چه تغییر شگرفی در مقوله ارنجمان موسیقی پاپ در کشور اتفاق افتاده. شوخی‌هایی هم بین ویگن و گوگوش تو این برنامه رد و بدل میشه که اونها هم شنیدنیه. در پایان این آرشیو کوتاه، ویگن به یاد دهه 30 اولین آهنگ رسمی خودش رو که آهنگ مهتاب بوده رو مجدداً در اون سال اجرا میکنه. بریم این آرشیو شنیدنی رو گوش بدیم و بهتون قول میدم که به زودی در همین روزها اولین قسمت از مستند واروژان رو هم خدمتتون تقدیم خواهم کرد. دم همه رفقای موزیکور همچنان گرم. مخلصم. خواب این از گذشته و اما حال گذشته رو شنیدیم دلم... و حال رو میشنویم. من فکر میکنم که به کارت قانع نیستی، برای اینکه بیشتر سعی میکنی که کارتو بهتر ارائه بدی. زیاد خوشحالم تو که انقدر بزرگ شدی که من داری میگی چی خوبه کود چی بده. همینه میخواستی گوگو آدم قانع نباشه. حال باشی قانع نباشی، اتفاقا قناعت و قانع بودن قناعت در کار خوانندگی نباید. آفرین. در هنر اصولا اینطوره، آدم باید همیشه جلو بره. دیگه اول یادم یه روز اولی که اومدم یه گیتار قرازی آورده بودم رادیو، بعد اونا که میرسن گیتار چیه خوبی نیستن، بعضی ها نمیرسن، گفتم آقا این چیه؟ من گیتاره، گفتم همون تاره یه گیبش اضافه کردم. من
اون وقتا خیلی شاید اصلا کسی نبود که گیتار بزنه، خیلی کم بودن و من نمیشناختم، ولی امروز واقعا گیتاریستایی داریم توی ایران که من خجالت میشم گیتار بزنم، چون من خب تخصص من روی آواز بود و گیتار صرفا دیگه وقتی شروع کردم به خوندن گیتار رو بزنم کنار. و امروز واقعا میدونم که موزیسیان ها به قدری خوب پیش رفت کردم، چون اغلب نوارهایی که اینجا پر میکنید فرستاده میشه اونجا و گوش میکردم، میدونم چقدر ارکستر خوب شده. امیدوارم که به زودی بتونیم با آهنگایی که از خرم و از سورن و دیگر رفقا داریم آهنگای خیلی خوبی آرنج شده بدیم بهتون، چون من الان یک هفته است اومدم وقتی که آهنگ تازه‌ای رو تمرین کنیم و بخونیم نداشتیم. در حال من اگر چیزی هم رو الان براتون میخونم باید از همون گذشته ها باشه، چون من از جوانای قدیم هم. آره چی میخونی دیگه؟ کدوم ترانه رو انتخاب کردی؟ انتخاب نکنم، هرچی بخواهیم بخونم براتون. مایی خود آب خوردن بدیم، من چون من از حول خوشحالی که رفاقت دیدم اصلا گلو خوش شد. دلکش کجا؟ نیست. امروز در جمع ما نیست. خوش بود، خوش. خیلی از هنرمندان نیستن. آره به خصوص دلکش باید ببینمش هر چی زودتر. خب چون من دوباره اومدم رادیو، بذارید یکی از اولین ترانه‌ای که براتون خوندم اگه یادتون باشه، نه ترانه‌ای که 20 سال تر من 20 سال پیش اول خوندم مهتاب بود. هنوز در حال حاضر پیشه تو هم پرخصه با من ماندم
گذر در نه هم بر گذرم از هجرم از دچ شب ها با او در آجا بودی لب ها به لب بودی با یک دگر ما پیش تو تنها بودی مفتول و شیدا فرق تماشا Get out.